سلام گرم صمیمانه دارم به بینندگان عزیز تلویزیون جهانی تصویر ایران. فریده جلالی‌جان هستم، ایجنت تبلیغات. یک مهمان بسیار گرامی در استودیو داریم، آقای دکتر مازیار مافی، وکیل رسمی دادگاه‌های فدرال آمریکا. خیلی خوش اومدین آقای دکتر. خیلی متشکرم. لطف کردین که دعوت منو امروز پذیرفتین. خواهش می‌کنم. و واقعا خوشحال هستیم که شما رو در استودیو داریم. به همچنین. من اول بگم که آقای دکتر مازیار مافی با بیش از 25 سال سابقه در امور وکالت و همچنین اولین شخصی بودن در کنگره آمریکا کاندید شدن. اولین ایرانی که برای اولین ایرانی و میبینم که این روزای سرصدای خیلی زیادی آقای دکتر مازیار مافی به وجود آوردن که عشق موسیقی آقای دکتر مازیار مافی رو به خوانندگی کشوندن. دیگه روی جلد رفتن و هر مهمونی که میریم و هر جایی میریم میریم موضوع اینه. حالا من از ایشون دعوت کردم که تشریف بیارن در استودیوی تصویر ایران و برای بینندگان عزیز تلویزیون تصویر ایران یه توضیحاتی داشته باشن که دلیل و انگیزشون چی بوده که یه دفعه ما شنیدیم که آقای دکتر مازیار مافی وکیل مبرز آگاه شناخته شده با بیش از 25 سال سابقه در امور وکالت یه دفعه عشق موسیقی و خوانندگی رو انتخاب کردن و غرقش هستن. عشق موسیقی همیشه بوده؟ بله بله، مثل که از بچگی بوده. بله بله, بله. خب انگیزتون چی بود آقای دکتر؟ شروع کردیم به زدن. یه بیشتر از 5 سالیه که داریم الان کار میکنیم. چه سازی میزنیم؟ من از سازهای متفاوت شروع کردم. اول از با گیتار شروع کردم. منظورم این بود که گیتار یاد بگیرم که به بچه هم گیتار یاد بدم. بعد اونا خیلی دنبالش نرفتن و خودم بیشتر دنبالش رفتم. با گیتار شروع کردم، سنتور زدم، دنبک مقدار زدم، ساکسفون زدم و الان بیس میزنم. باریکلا، بسیار هنرمند. مطمئن نیستم خیلی خوب میزنم ولی میزنم. بسیار هنرمند، یه وکیل بسیار خوب و آگاه و دانا و شناخته شده مبرز و همچنین در کار هنرمند. خب الان چند سالی که شدیداً افتادین که این فکر رو بکنیم و موضوع رو دنبال کنیم، خوانندگی رو؟ 5 سالی هستش که منظورم این بوده که اینو به این جایی که الان دارین میبینین برسونم، به جایی که بتونم یه گروه داشته باشیم. بله. و بتونیم بیایم رو استیج، بتونیم آهنگای قدیمی ایرانی رو یه زندگی جدیدی بهشون بدیم. و چه سبکایی میخونین؟ هم که دارم خدمتتون میگم، کار ما الان کلن دوروبر اینه که ملودیای قدیمی ایرانی رو برمیداریم و ریتمو یه خورده تندتر میکنیم، سبک جدید میذاریمش. بله. با دستگاه جدید و با اینسترومنت های جدید، با وسایل موسیقی جدید کار میکنیم. اوکی. بیشتر صدای موسیقی که داریم از خودمون در میاریم بیشتر الکترونیکه. ولی صداهای قدیمی رو هم یه مقدار نگه میداریم که بتونیم در واقع بزرگترین آدینسی رو که بیننده ای رو که میتونیم برای این موسیقی داشته باشیم داشته باشیم. وقتی نشستیم فکر کردیم به این که یه موسیقیایی هستش که من و شما ازشون خیلی خاطره داریم. واقعا خیلی خاطره داریم. ولی به هیچ وجهی بچه‌هامون بهش گوش نمیکنن. بچه‌ها الان یه ریتم قوی تر میخوان برای اینکه جدید بذاریم که اونا علاقه‌مند بشن. ما خواستیم که این یه پل داشته باشیم از موسیقی قدیمی به بچه‌های امروز. بله. میدونم که وقتی که باهات صحبت میکردم گفتم که آلبوم جدید دادیم بیرون یا نه، هنوز مشخصه داریم میدیم بیرون، در شرفش هستین و میدونم که 2 آهنگم الان خوندین و آماده است. و اولی آهنگتون الهه ناز، 2 آهنگمونه که ضبطش تموم شده کاملا. 8 آهنگ داریم که تقریبا تنظیمش تموم شده. بله. ولی برای اینکه اونا رو بیاریم تو استودیو و کار موسیقی و خوندنش رو تکمیل بکنیم، اون هم وقت میبره، هم خیلی پول میبره. داریم میریم سراغ که اونجا برسیم. باید از وکالت در بیاد بعد بذارین تو قسمت. نه نمیتونم از وکالت در بیام، باید وکالت رو نگه دارم که بتونم اون کار انجام بدم. کار وکالت رو انجام بدین همینجور. 25 سال سابقه دارین، خوبم درخشیدین. وکیل مبرز و آگاه و شناخته شده. لطفه. و در بذارین توی موسیقی. و این آهنگ الهه ناز رو تبدیل شده به DVD میوزیک ویدیو، یعنی که فقط
صداست. الان فقط صداست. یه سناریو براش داریم که بتونیم ویدیوش بکنیم، ولی اون خودش واقعا یه صنعت جداگانه ایه و برای یه کسی که میخواد خودشو تازه وارده یه همچین کاری بکنه، فکر میکنم که باید مطمئن بشه که کاری که ارائه میده به حد احسن باشه و داریم سعی میکنیم که نکنیم یه کاری رو مگر اینکه بتونیم بهترینش رو بدیم. حالا من فکر میکنم، من که خیلی اینترست شدم این آهنگو، چون الایناس خیلی آهنگ قشنگه، از صدای شما هم که دیگه خیلی زیباتر میشه. اگر اجازه بدین یه تقاضا کنیم از اتاق فرمان این آهنگو پخش کنن، بینندگان عزیز میدونم دوست دارن که بشنون. با ما باشین. من با تو وفادارم، بیا که جو
چقدر زیبا و دلنشین واقعا دوست. اول من بگم خدمتتون تبریک میگم. متشکرم. چقدر زیبا و قشنگ و چقدرم خوب به دل میشینه این آهنگ با صدای شما. واقعا زیباست، واقعا زیباست. خیلی تبریک میگم. ممنونم. انشالله که موفق باشین. چقدر طول کشید که این آهنگ رو شما تونستین؟ این آهنگ تنظیم جدید از آقای داریوش داوودیه. بله. که بیشتر از 30 سال کار موسیقی میکنه و کار اصلیش در تنظیم آهنگه. بله. من و ایشون در اینکه این آهنگ اولمون بود واقعا یه چند ماهی روی این کار میکردیم. تقریبا نوت به نوت. عجب. تقریبا اوکی. نوت به نوت. و بعد تغییرهایی که دادیم، بعد اینه که بخوایم آهنگ رو ببریم تو استودیو و تنظیمش رو دقیقا مشخص بکنیم، بعد ضبطش کردم دفعه اول با صدای خودم خوشم نیومد، برگشتم دوباره از اول این کار رو شروع کردم. اون خودش چند ماهی برد. این آهنگ خیلی برامون تو خیلی زحمت، خیلی زحمت، خیلی قشنگ، خیلی خوب بود واقعا دلنشین. و حالا دنبال برنامه میوزیک ویدیو باشین. دنبال موزیک ویدیو هستیم و میگم سناریوشو داریم. منظورمون هستش که این کارو بکنیم. الان سرمون شلوغه با کارهای زنده و اینکه این بندی که داریم رو سر هم بکنیم بتونیم ارائهش بدیم. می‌خوایم بتونیم اینا رو برای مردم بخونیم. وقتی که برای اول دفعه اول یه دو سه هفته پیش در دریا بودیم برای کنسرتمون، واقعا پس اولین برنامه‌تون توی رستوران دربرم بود. اولین برنامه‌ام در رستوران دریا بود. عالی بود. یعنی انقدر گرم بود، سولدات که بودیم، خیلی سریع سولدات شدیم. برای اینکه همه دوستا و رفقا همه می‌خواستن بیان و خیلی سریع پر شد. و آقای دکتر مازیار مافی وکیل رسمی دادگاهی فدرال آمریکا عشق موسیقی به خوانندگی کشونده شد. معلومه همه اینترست هستن. واقعا گرم بود، یعنی انرژی خیلی خیلی مثبتی بود، هم برای کسایی که داشتن گوش میدادن، هم برای ما که رو استیج بودیم. واقعا چه حالی داشتین اولین بار روی استیج بودین؟ کلا شدی؟ نه اصلا یواشکی بگین. داشتم اونجا اون شب گفتم اگه شما دوست من بوده باشی در عرض هر چند سال اخیری که بودی، بالاخره من بلات خوندم، یه جایی برات خوندم، یه جایی خوندن رو شنیدی. تنها جوری که نگران میشم، هول میشم، اینه که انقدر بلند بخونم که پلیس بیاد. پس هیچ استرس نداشتی؟ نه هول شدی؟ نه، خیلی خوشحال بودم. این انرژی مردم واقعا شما رو دوست دارن و آهنگای بسیار خوبی هم که میخونین. مگه میشه که آدم هول بشه ولی دوست داره بیشتر بخونه؟ تشویق میشه آدم. عالی بود. ما برای همه اعضای بند عالی بود. یعنی همه که داشتن تو اونجا داشتن میزدن، خودشون واقعا یه انرژی مثبت داشتن میگرفتن. یه سوال برام پیش اومد. خواهش شما که الان میگین برای این آهنگ اینقدر وقت گذاشتین و چند ماه طول کشید، پس چجوری کار وکالت رو میرسین؟ هم کار وکالت، همین کار وکالت، هم کار خوانندگی، یعنی دو تا کار خیلی سخت، چون هم این وقت گیره، هم کار وکالت خیلی وقت گیره. چی کار میکنین شما؟ من میدونم روحیه خیلی سریع هم دارین، یعنی میتازین. دویدن کارمونه دیگه. بله بله. نه، شما مخصوصا خیلی رویتون سریعه. به هر دوش احتیاج دارم. بله. به هر دوش احتیاج دارم. بله.
بله بله. در حسرت خیلی تبریک میگیم، خیلی قشنگ بود. و آیا برنامه های بعدی هم داریم؟ بله تو من هفته دیگه دوباره در دریا هستیم. شنبه چه تاریخی؟ شنبه 14 نوامبر. هفته دیگه؟ هفته دیگه. به 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 سلامتی. پس ما میاییم حتما. حتما. ما زنگ میزنیم جا رزرو کنیم. هموطنان گرامی و بینندگان عزیز تلویزیون جوانی تصویر ایران، دارین اگر الان تلویزیون رو باز کردین، با آقای دکتر مازیار مافی، وکیل رسمی دادگاه‌های فدرال آمریکا هستند با بیش از 25 سال سابقه خوب که در وکالت دارن، و همچنین اولین شخصی ایرانی که در کنگره امریکا کاندید شدن، و الان عشقی که به موسیقی دارن ایشون رو به خوانندگی کشوندن و هیاهوی بلند شده که ایشون یه وکیلن و الان دارن به خوانندگی کشونده شدن و دارن آلبوم میخوام بدن بیرون و نمیدونم برنامه میذارن و کنسرت میذارن توی جاهای مختلف. و همچنین نشونتون بدم خدمتون، دو هفته پیش بود روی جلد مجله تهران اومدن با بند و دوستان گرامی که باشون همکاری دارن، و همین باعث شد که یه سر و صدای خیلی بزرگی بلند شه که من تماس گرفتم خدمتشون که تشریف بیاریم و ببینم که چجوری هست، داستان چی و به کجا کشیده شده. خب حالا بریم سر این برنامه ای که هفته دیگه 14 نوامبر توی رستوران دریا در کجا؟ ساوت کوست پلازا در اورنج کانتی. در اورنج کانتی تماس بگیرین، هر چی زودتر جای خودتون رو رزرو بکنین به خاطر اینکه زود سولداد میشه. فکر نمی‌کنم سالن خیلی بزرگی باشه. ولی ان شاءالله بعداً کم 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 سالن‌های بزرگتر و بزرگتر، اینجوری که من می‌بینم و شما هم که خیلی سرعت عمل زیادی دارین در کارهایتون همینجور هم هست. حالا من یه چند تا سوالای دیگه هم دارم اگه خستتون نمی‌کنم، که این آلبومتون گفتین 8 تا آهنگ داره. اسمش چیه؟ Voices of Legends. چرا اینو اسم انتخاب کردیم؟ به خاطر اینکه داریم صدای اصل